انقلاب اومدن داخل سفارت برای حمایت از دانشجو و با من و ایشون با هم یه بسیار من در خدمت خدمت از یکی گفته بود یه چیزی میخوام برای پیش شاه در امریکا و مجوز طبیعتا من اگر با این اطلاعات و با وضعیت فعلی بخوام برگردم و با دیدن نتایج اون حرکت قطعا این کارو نخواهم کرد و یه سری سوالاتی که ازشون کرده شده و جواب دادن اوکی اِتس نات دیفرنت ان دی اسلام اِتس نات دیفرنت وین دی آر اسپایز اِتس نات دیفرنت بات اِتس نات ترو آی سپوز تو تل یو اند وان داکتر فرام ریڈ کراس سی دیم تو سی نیوز Can we please now the name of the hostages we all saw this morning? اقدامات دانشجویی رو من تایید میکنم ولی نه حمله به سفارت. من همین الانم راجع به حمله به سفارت عربستان و حمله به سفارت انگلستان هر دوشو کار احمقانه ای دونستم و گفتم اینها کارهای احمقانه است. الانم به دانشجوها توصیه میکنم که به هیچ وجه هیچ اقدامی علیه سفارت ها نباید انجام بدن، ولی کاری که ما در اون زمان کردیم باید توی اون فضای اونجا دید و دو اون شرایط دید. دیگه تقریبا از این ماه ها به بعد به نظر می رسید که داره تبدیل میشه به یه میوه گندیده‌ای که آویزونه به درخت و کسی نه جرأت میکنه بندازش پایین، حلش بکنه. اینقدر پتانسیل افکار عمومی پشتش زیاد بود و تبدیل شده بود به یه انباشت روانی برای جامعه، یه جامعه‌ای که زده بود تو دهن امریکا، ابرقدرت امریکا تو منطقه تثبیت شده بود و حالا ثابت کرده بود که من یه انقلاب مردمی هستم. حالا کسی نمیتونست حلش کنه. این ایده اونجا یکی از دوستان ما مسئولین شده بود که یک از این گازنبورهای بزرگ که قفلها رو مثل دزدا که قفلها رو پاره میکنند و اینا باید تهیه میکردیم. رفته بود از بازار تهران، از اونجایی که زنجیر و قفل و اینا میفروشن، از یکی گفته بود یه چیزی میخوام برای پاره کردن زنجیر و اینا. اون فروشنده بهش گفته بود تو قیافت به دزدا نمیخوره، حتما میخوای در سفارت امریکا رو باش باز کنی. این طنز شده بود برای ما، یعنی قبل از قضیه اینقدر این شوخی شده بود که از این چیزام آماده بود، ولی دیگه همه چیز اونجا خیلی سریع انجام شد. زنجیری که به در بود پاره شد، یه تعدادم از دیوار بالا رفتن، ولی کاملا سریع محوطه سفارت به اشغال ما در اومد. من راوی اصلی اون حادثه هستم، زنده هم هستم، غیر از منم همه دانشجویان هستن. ما به صورت بسیار محدودی در زمان اشغال برای اینکه مورد تهاجم قرار نگیریم یکی از واحدهای سپاه رو در اختیار در مطلع کردیم، ولی به اونها هم گفتیم که حرکت ما به صورت موقت خواهد بود، فقط ما می‌خوایم وقتی داخل سفارت هستیم نیروهای کمیته و ارتش به ما حمله نکنند. اونا هم پذیرفتن که از بیرون حفاظت کنند، ولی این به هیچ وجه نوعی مشورت راجع به محتوای برنامه نبود. فقط به اونها گفتیم ما یه حرکت دانشجویی اعتراضی میخواییم داشته باشیم و این حرکت اعتراضی نمیخواییم در ابتدا با یورش نیروهای نظامی مواجه بشیم.